خدا رو شاکریم به ما و شما توفیق داد کنار حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ابا الفضل العباس علیه السلام و شهدای کربلا در چنین ایامی که ایام زیارتی امام حسین علیه السلام هم هست مشرف باشیم در ماه رجب. برادران عزیز، خواهران گرامی، عظمت امیر المؤمنین بر کسی مخفی نیست. من دیشبم اشاره کردم مسیحیانی کتاب درباره ایشان نوشتند، دانشمندان بزرگی از اهل سنت درباره فضائل امیر المؤمنین کتاب نوشتند، احادیثی که تقریبا توی لسان مردم هم معروفه، تعریفهایی که پیغمبر خدا از امیر المؤمنین کردن، علی مع الحق و الحق مع علی، علی همه جا با حق و حق همه جا با علی است، علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی همه جا با قرآن است و قرآن با علی است، یا علی لولا انت لم یعرف المؤمنون، علی جان اگر تو نبودی مؤمنا شناخته نمی شدند. معیار شناخت ایمان، معیار شناخت حق، معیار شناخت قرآن، اینها مطالب کمی نیست. علی جان محب تو مؤمن است، مبغض تو کافر است، حب و بغض تو ملاک ایمان و کفر است. خب اینها روایاتی است که تو منابع ما فقط نیامده، مناقبی مثل ابن عساکر عالم اهل سنت 3 جلد مناقب علی ابن ابی طالب دارد، احمد ابن حنبل فضائل امیر المؤمنین دارد. با این همه مخالفتی که با اون حضرت شده، این روایات تو منابع شیعه و سنی آمده است. و در یک کلمه، تازه من اینو به شما بگم، اون چیزی که ما از امیر المؤمنین میدانیم خیلی کمتر از اونی هست که وجود داره. جبرئیل به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله ان اهل السماوات لاشد معرفتا لعلی ابن ابی طالب من اهل الارض، یا رسول الله آسمانی ها بیش از زمینی ها علی رو میشناسند، لاشد معرفتا، حالا این چیه ما نمیدانیم، علی رو بیش از زمینی ها میشناسند. تازه خود پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن من میترسم همه چیزو درباره تو بگم، میترسم مثل حضرت عیسی که عده ای او رو از عبودیت پایین و بالا بردن و او رو خدا خواندن، میترسم یه گروه هایی تو رو خدا بخوانن، و الا میگفتم درباره تو آنچه رو که باید بگم. پس فضائل امیرالمؤمنین خیلی بالاست، خیلی زیاده. تو زیارت قدیر نگاه کنید، تو زیارت نامه ها، تو احادیث. منم نمیخوام امروز برای شما فضائل بگم، بحث من یه چیز دیگه است. خوب دقت کنید، چرا علی به این مقام رسیده؟ این جایگاه رو از کجا به دست آورده؟ چرا امیرالمؤمنین این فضیلت ویژه رو در کلام خدا و کلام رسول خدا پیدا کرد؟ اینا اینطور نیست که رابطه ای باشه، چون علی بوده، نه، اینا ضابطه داره، اینا ملاک داره، دلیل داره. من امروز یه حدیث میخوام برای شما بخونم، ای کاش این حدیث رو تابلو کنن تو هتلا، تو جلسات، تو منازل، جلو چشم ما باشه. البته احتمالا یه مقدارشم فردا مجبورشم بگم، نرسم همش رو بگم، ولی حدیث عجیبی است که شعبی از دانشمندان اهل سنت تعبیرش اینه، میگه این حدیث امیرالمؤمنین فقعن عیون البلاغه،
چشم بلاغت رو بیرون آورده، یعنی دیگه از این قشنگتر نمیشه سخن بگی. ایتمن جواهر الکلا حکمه، میگه حکمت رو یتیم کرده. میدونید حکمت و بلاغت خیلی مهم. میگه این کلام امیرالمومنین که حالا براتون میگم حکمتها رو یتیم کرده، یعنی دیگه کسی از این حکیمانه تر نمیتونه سخن بگه. بلاغت رو نابینا کرده، یعنی دیگه از این بلیغتر نمیشه سخن گفت. و تعبیرش این است که این کلام امیرالمومنین تکلم امیرالمومنین به تسع کلمات، حضرت 9 جمله داره، 9 تعبیر، که من این 9 رو میخوام برای شما بگم که مرحوم صدوق، شیخ صدوق ابن بابوی 1000 پیش این حدیث رو در خصالش آورده که امیرالمومنین تکلم به تسع، 9 جمله فرمود، که این 9 جمله اگر تابلو میشد تو خونه هامون همیشه جلو چشممون بود، خیلی خوب بود، باید تو کتابای درسی میامد که این 9 عبارت از امیرالمومنین. بعضیا گفتن اگر از علی هیچی نبود جز همین یه حدیث، مثلا نهج البلاغه نبود، خطبه ها نبود، کلمات قصار نبود، این همه سخنان حضرت امیر، اصلا هیچی نداشتیم جز همین یه حدیث، بس بود در عظمت امیرالمومنین علیه السلام. برادران عزیز، خواهرانی که روز میلاد نشستید پای سخنان امیرالمومنین، من از خودم چیزی نمیگم، این 9 کلمه 3 مناجاته، سلاسون فل مناجات، 3 حکمته، یعنی کلمات حکیمانه، و 3 ادب، سلاسون منها فل مناجات و سلاسون منها فل حکمه و سلاسون منها فل ادب. تمام شد همه ی حرف ما این 9 مطلب. البته عرض کردم شاید به فرصت امروز همشو نتونیم عرض کنیم، حالا اون 3 اولشو فعلا میگیم، گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اون 3 که تو مناجات چیه؟ 1، اما اللهی فی المناجات، الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا. این کلام امیرال، خدایا این عزت برا من بس که من بنده تو هست. آقایون میدونید هممون دنبال عزتی، آدم بدش میاد ذلیل باشه، آدم بدش میاد خار باشه، دلش میخواد تحویلش بگیرن، احترامش کنن. تو دعاهای امام سجادم هست، الهی اعزنی، خدایا به من عزت بده. عزتم با تکبر فرق میکنه. من اگه ساده بخوام بگم، شما سراب دیدید، آبم دیدید، آب واقعیته، دست میزنی توش خیس میشه، پا میزنی توش مرد، اما سراب خیاله. شما تو جاده فکر میکنی آب، میری جلو میبینی آفتاب تو اسفالت اومده، اینو میگن سراب. تکبر سرابه، عزت حقیقته، تکبر خیاله، عزت واقعیته. عزت مثل آبه و تکبر مثل سراب. تکبر این آدم خودشو بگیره، اما عزت این خدا آدمو بگیره، خدا آدمو ببره بالا. شما نگاه کنید، یه وقتی آقا امام مجتبی وارد کوچه های مدینه شد با یه عظمتی، همینطور مردم پا می شدن، می ایستادن، احترام می کردن. یه پیرمرد کج سلیقه اونجا نشسته بود، ظاهراً یهودی هم بود، گفت ان فیک عزا، ان فیک کبرا، شما خیلی متکبری، چجوری وارد میشی؟ آقا یه نگاهی کرد فرمود ان فیک عزا، اینی که تو ببینی عزت، تکبر نیست. ببینید تکبر، امام سجاد هم میگه الهی اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. تکبر بده، فرعون متکبر بود ولی سلیمان عزیز، قارون متکبر بود ولی حضرت موسی
ظاهرش هم مثل هم است، شما ظاهرش ابهت و عظمته، ولی یکیش عظمت پوشالی است، یکیش عظمت حقیقی. خیلی مهمه، ما هممون دلمون میخواد عزیز باشیم. من سه تا راه عزت رو براتون میگم. من تو یاد داشتم 15 تا راه نوشتم برای عزت، ولی نمیرسیم، اینجا منبر مختصره. میخواید عزیز بشید؟ یک، خدا میگه من کان یرید العزه فلله العزتو، بگید جمیعا، هر که به خدا وصل شد عزیز. امام حسین چرا اینقدر عزیزه؟ چیزی براش باقی گذاشتن؟ ناسزا که بهش گفتن، تهمت که بهش زدن، بچهش رو جلو چشمش اربن اربا کردن، تیر به گلویش، این همه یزید و معاویه و بنی امیه و ابن زیاد تلاش کردن. زینب کبرا به ابن زیاد فرمود کت کیدک، هر غلطی میخوای بکن، به خدا قسم ما عزیزیم، محبت ما تو دلای مردمه. شما الان ببینید این جمعیت کی اینا رو کی مجبور میکنه، کی ساماندهی میکنه. عزت، عزت عزیزان من، اونایی که میخواید احترام داشته باشید، عزیز باشید، همه جا در بندگی خداست. یه وقتی هارون الرشید یه دلدرد شدیدی گرفته بود، خیلی حالش بد بود، خیلی، رفتن پزشک آوردن براش، بختیشو پزشک ایشون بود، دارو بهش داد بهتر نشد، پماد داد بهتر نشد، ماساژ داد بهتر نشد، هی داد میزد، فریاد میزد، خیلی دل شدید درد گرفته بود. بختیشو گفت قربان از من کاری بر نمیاد، من همینا که بلد بودم دیگه انجام دادم. گفت دارم میمیرم. گفت یه راه داره، یه عزیزی پیش خدا برای دعا کن. یکی که پیش خدا عزیزه، ولی از کار من دیگه، از دست من دیگه کاری نمیاد. خب کی پیش خدا عزیزتر از موسی بن جعفر علیه السلام؟ موسی بن جعفر بغداد بود اون زمان. آقا رو خواستن، آقا اومد چه کار دارید؟ گفتن آقا هارون داره میمیره، از درد داره به خودش میپیچه. ائمه ما از این فرصت ها استفاده میکردن اینجور آدم ها رو تحقیر کنن، بگن شما چیزی نیستید. آقا دعا کرد، الهی، دعاشو دقت کنید، گفت خدا به اون عزتی که من پیش تو دارم، اونم به خاطر بندگی توست، ذلت معصیت رو به این هارون بچشون، بفهمه که ذلیل، کاری ازش نمیاد. آقا دلدرد متوقف شد. گفتن چه کار کردی؟ اما هیچ، یه لحظه از خدا خواست. این معنای عزته. ببینید، اینی که اگر انسان عبد خدا شد، امیرالمومنین، عظمتش به خاطر بندگی خداست. میگه خدا کفا بی عزن، این عزت برا من بس که من بنده تو باشم. آقایان عزیز، علی رو در اینجا باید بشناسید. میخواید عزیز بشید؟ یک، بندگی خدا. دو، گفتم سه تا راه عزت رو میخوام براتون بگم. راه دوم عزت اینه، وحفظ لسانک تو، از زبونتون رو کنترل کنید، عزیز میشید. شما دیدی مردم با آدم بددهان کم حرف میزنن، میگن خونش نریم، مسخره میکنه، دست میندازه. هر که زبانش رو کنترل کرد عزیز میشه. آدمای کم حرف، من نمیگم کم حرف، میگم خوب حرف، چون کم حرفی هم امتیاز نیست، خوب حرف میزنه، تحقیر نمیکنه، ناسزا نمیگه، فضولی تو زندگی مردم نمیکنه، سرک نمیکشه. همین آقا امیرالمومنینی که امروز نشستید تو جلسهش، رد میشد دید یه کسی داره حرفای بی ربط میزنه، فرمود تو میدونی انک تملی، تو داری املا میگی. اونایی که مدرسه میرفتن حالا یادشونه، محصلا، قدیمی ها، معلم ها املا میگفتن، بچه ها مینوشتن، یا شب میگفتن تو خونه به بابات بگو املا بگه، ما فردا سعی کنیم. بچه باباش میگفت یه املا بگو، املا رو فردا میورد، معلمه میخوند. خب شما هیچ وقت تو اون املاها به بچه تون حرفا زش میزدید؟ نه، میگفتید اینا میخواد بنویسه، فردا معلمش میخواد بخونه. امیرالمومنین به این آقا فرمود تو داری املا میگی، دو تا فرشته رقیب و عتیدم دارن مینویسن، خدا میخواد سعی کنه. واقعا حرف مهم میستا،
ما املا رو میگیم، فرشته مینویسه، خدا میخواد بخونه. بابا ما برای معلم بعضی اوقای حرفا رو نمیزنیم. چطور این خود آدم یه وقت از صبح تا شب حرفاشو جمع کنه، خجالت میکشه. کنترل کنیم زبانمونو، مواظب این زبان باشیم. امیرالمومنین فرمود مفتاح، مفتاح یعنی کلید، کلید و خیر و شر این زبانه، عامل رشد این زبانه، عامل ترقی این زبانه، عامل سقوط این زبانه. میخوای عزیز بشی، یکی عبد خدا، دوم کنترل زبان، سوم گفتم فقط سه تا راه، چون اینجا باید کلیدی حرف زد، خلاصه و جمع و جور. راه سوم، آقایان عزیز، از آقازادش امام حسن مجتبی میگم، همون آقازاده ای که مسموم تو بستر افتاده بود، یه کسی رفت دیدنش به نام جناده، رفت سر به آقا بزنه. میدونید ائمه ما تا آخرین لحظه هم نصیحت میکردن. خود این امیرالمومنین گاهی از هوش میرفت، به هوش میامد، باز دوباره نصیحت میکرد. تا خود امام حسین تا گودی قتلگاه هم شمر رو نصیحت فرمود نکن، این کارو نکن، این عملو ان. تا حتی آخرین لحظه عمر صدر رو نصیحت میکرد، بالغ فی النصیحه. شما تو زیارتنامه‌شون میخونید اشهد انک نصحتم لله، ما شهادت میدیم شما همش خیرخواه بودید. به خدا امام حسین راضی نبود شمرم جهنم بره، منتها شمر خودش پست بود، خودش زمینشو نداشت. مگه هور نیامد؟ چجور پذیرفتش؟ مگه عبیدالله هور جوفی رو دعوت نکرد؟ مگه تو کربلا بعضیا گفتن تا 30 نفر از سپاه عمر سعد اومدن شما رو همین اسمایی که تو حرم امام حسین اصحاب نوشته نگاه کنید، بعضی اوقات بپرسید از دوستان براتون توضیح میدن. ابوالهتوف اسمش اینجا نوشته. ابوالهتوف کیه؟ ابوالهتوف خودش و داداشش عصر عاشورا به امام حسین پیوستن، از سپاه عمر سعد، تا بعد از ظهر تو سپاه عمر سعد بودن، اصلشون هم جزو خوارج بوده، مرحوم مجلسی تو بهار داره. عصر عاشورا وقتی امام حسین فریاد زد هل من ناصر ینصرونی، این دو تا داداش یه نگاهی به هم کردن، گفتن بریم به ابا عبدالله بپیوند. ابوالهتوف و سعد اومدن خدمت ابی عبدالله، الان جزوشون، اسمشون جزو شهداست. همین هور که پسرش نقل میکنه میگه بابام به من گفت، عجب جمله، این جمله تو کتابا اومده، گفت پسرم دنیا از بین میره، نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالسعاده، بیا بریم به امام حسین بپیوندیم بلکه سعادتمند بشیم. میخوای عزیز بشی، راه سومش اینه. امام مجتبی تو بستر افتاده، یه آقای اومد دیدنش به نام جناده، گفت آقا نصیحتم کن. گفت نصیحتم کن آقا، شما دارید میرید، من دیگه دستمون به شما نمیرسه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این جمله آقا امام مجتبی رو دقت کنید، فرمود ان اردت عزن بلا عشیره، میخوای عزیز بشی ولو کس و کارم نداری. به خدا عزت تو پول نیست، من نمیگم پول بده، پول رفاه میاره، عزت تو قدرت نیست. قارون پول داشت و عزیز نبود، فرعون قدرت داشت و عزیز نبود، میگفتن قالو به عزت فرعون، خود جادوگرای خودش بهش پشت کردن، خودش بهش پشت کردن. من نمیگم ریاست عزت نیست، مقام عزت نیست، عزت یکی بندگی خدا، دوم کنترل زبان، سوم آقا امام مجتبی فرمود میخوای عزیز بشی، فخرج من ذل معصیت الله، از ذلت گناه بیا بیرون. گناه آدمو خار میکنه، فرقم نمیکنه، درجه خاری گناه فرق میکنه، اما اصل خاری فرق نمیکنه. یکی مثلا شراب میخوره یه درجه خار میشه، یکی زنا میکنه یه درجه، یکی دروغ میگه یه درجه، یکی نگاه به نامحرم آدمو خار میکنه، فحشا هم آدمو خار میکنه، هر کدومش یه درجه. شما لجن، شما کثافات، یه وقت ممکنه یک سطل یه جا باشه، ممکنه یه وقت یه لکه‌ای باشه، لکه‌ش هم لجنه، سطلش هم لجنه. گناه آدمو خار میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي
تحت کل اسم آدمو از بین میبره، پرده های حیا رو از بین میبره. عزیزان من، برادران، خواهران، این اولین کلام امیر المومنین. سه تا کلام داره در مناجات، یکیش اینه. الهی، اینا رو یاد بگیریم گاهی تو قنوت نمازمون، تو سجده های رکعت آخر نمازمون. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا این عزت برا من بسه که بنده تو باشم. آقایون بندگی کم مقامی نیست. شما تو تشهد اول میگید عبده اشهد ان محمدن عبده، بعد میگید رسولو. خیلی که خدا از پیغمبر میخواد تعریف کنه میگه عبد ما. سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبودیت، تمام عظمت این ائمه در عبودیتشون. بنده خدا باشید، ضرر نمی کنید. هیچ رودخونه، هیچ جوی آبی از وصل شدن به دریا ضرر نکرده. خدا منشأ خیراته. الهی این سه تا جمله رو دارم میخواد حفظ کنید امروز. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. جمله دوم امیر المؤمنین که گفتم چشمه های حکمت و بلاغت رو حضرت با این جمله ختم کرده. الهی جمله دوم اینه، کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا این افتخار برا من بس که تو خدای منی. بابا هر کسی مثلا شما به طرف میگی، میگه من دایم وزیره مثلا. خیلی دیدید بعضیا میان آقا من نوه نوه آیت الله فلانم، من عموی بابام فلان مرجع تقلیده. اینا افتخار داره دیگه. بعضیا میگه آقا شهید فلان مثلا پسر خاله منه. وقتی میخواد افتخاراتشو بشموره، حاج آقا من نوه پسر عموی مثلا فلان نویسنده هستم. اینطوره دیگه. الان شما به اجدادی که دارید اگر شخصیتی باشن افتخار میکنید. امیر المومنین میفرماید خدا بالاترین افتخار من اینه که ربم توی. بابا زیر این آسمان الان یه آدمایی هستن بت میپرستن، مثل هندوها حیوان میپرستن، گاو میپرستن. یه آدمایی هستن، من تو بعضی این معبدها رفتم، سنگ میپرستن، چیزایی که من روم نمیشه بگم چی میپرستن. شما خدا میپرستی، خدا پرستی خودش خیلی مهمه. رب، یا رب، یا رب، این کلمه رب رو گاهی بگید تو دعاهاتون. کلمه ایست که انسان روش. چرا دعای کمیل حضرت این همه رب داره؟ یا رب، یا رب، یا رب ارحم زع. کلمه رب، ما یک دعا تو قرآن نداریم رب توش نباشه. اگه پیدا کردید جایزه دارید. 160 تا تقریبا دعا تو قرآن، حدوداً 80 تقریبا مال انبیاست، نصفش هم دعاهای کلیه. من یه وقت اینا رو جمع‌آوری کردم، حدود 160 تا دعا تو قرآنه. اگر کسی پیدا کرد یه دعا بدون رب، همه دعاهای قرآن، رب، ربنا، رب زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اننا سمعنا منادیا، همش رب را. یکی از دعاهای قرآن شما ببینید بدون رب نداری. چون دعا رو از مقام ربوبیت میخوان. خدایا این افتخار برا من بسه که تو رب منی، تو خدای منی. خیلی حرفه. تو جنگ جمل امیر المومنین خب سپاه جلوش صف کشیده. آقا اول از نزدیکان خودش میفرستاد میدان، محمد حنفیه رو صدا زد. البته امام حسین علیه السلام، امام حسن، اینا هر دوشون تو جنگ صفین بودن، تو جمل بودن، خوبم جنگیدن. آقا محمد حنفیه رو صدا زد، فرمود پسرم برو جلو. شمشیر رو بهش داد، محمد حنفیه رفت جلو. تک تیراندازای دشمن شروع کردن تیراندازی، برگشت فرمود پسرم نترس، بزن به قلب دشمن. دوباره رفت برگشت، مرتبه سوم رفت، از شدت تیر برگشت. آقا ناراحت شد، شمشیر رو ازش گرفت، فرمود ادرکک ارقل من امک،
این ترس از مادر تو جونته، ولی بابات علی ترسو نیست، شجاعه. شمشیر رو گرفت، عمار یاسر میگه خدای من شاهده، من یه وقت دیدم علی زد به قلب سپاه، ما دیگه علی نمیدیدیم، فقط صدای الله اکبرش رو میشنیدیم. زد به قلب سپاه، میزد از این طرف یمین یسار قلب دشمن. میگه یه لحظه میگه من از جان آقا ترسیدم، گفتم اینا آقا رو الان میکشن. برگشت دیدم این شمشیرش اونقدر زده که یه قدری خم شده، نشست روی زانو، شمشیر رو صاف کرد، دوباره زد به قلب سپاه، آرایش نظامی دشمن رو به هم ریخت، بعد دستور حمله داد. وقتی اومد کنار عرق کرده بود، من دویدم جلو، گفتم آقا چه کار میکنی؟ چه میکنی؟ یک نفر رو این دشمن، منظورم اینجاست، فرمود یا عمار والله ما اريد الا الله. یه وقت فکر نکنی به خاطر مثلا ترس پسرم خواستم شکست او رو جبران کنم، نه، والله ما اريد الا الله، به خدا قسم فقط برای خدا زدم به قلب دشمن. این علی است، علی برای همه چیزش، همه چیزش. اینی که قرآن میفرماید قل، منم به شما توصیه میکنم قبل از نمازاتون این آیه رو بخونید، پیغمبر قبل از نماز این آیه رو میخوند، حضور قلب پیدا میکنید، این آیه رو بخونید، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. آخر سوره انعام، آخر سوره انعام. قل، بگو، اینو قبل از نمازاتون گاهی بخوانید بعد بایستید به نماز، خدا نمازم، عبادتم، زندگیم، مرگم برای توست، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این آقا ابی عبدالله فرزند این علی است که تو گودی قتلگاه راوی گفت دیدم لبهاش داره به حرکت میاد، گفتم لابد چیزی میخواد، تقاضایی داره، خودم رسوندم جلو، دیدم میگه الهی رزن به رضائک او رزن به قضا، خدا راضیم به رضای توست. این آقا فرزند این امیر المومنینه. شما یه بچه تون تب میکنه بیمارستان مریض میشه که انشاءالله به آبروی امیر المومنین کنار حرم امام حسین، خدا همه مریضا مخصوصا بچه های مریض رو شفا بده، جلو چشم آدم یه بچه شش ماهه تیر به گلوش بخوره، پرپر بزنه، پرپر بزنه، وقت چی بگه؟ چی بگه؟ بگه الهی هون لی الامر لانه به عینک، خدا این مصیبت بر من آسانه چون در مقابل توست. این عظمت امام حسین، اخلاص ابی عبدالله روز عاشورا. این وقت میمونه ها، بهتون بگم هر چی به خدا وصل شد میمونه، ما عند الله باق، هر چی به خودمون وصل شد میره، ما عندکم ینفد، مواظب باشید، مال برای خدا بدید، زیارت برای کی؟ برای من انجام میدی، برای بابات انجام، ما که نمام مثل خودتیم، چشم و همچشمی نکنیم، کارمون توش اخلاص. علامه طباطبایی میگد اخلاص اکسیره، به هر چی بخوره مس و طلا میکنه، در یک کلمه بالاخلاص یکون الخلاص، بالاخلاص. اون شبی که حضرت زهرا نون داد به یتیم و مسکین و اسیر، کی مطرحش کرد؟ خدا. انما نطعمکم لوجه الله. تمام کردم عرضمو، گفتم امیر المؤمنین 9 جمله داره که این 9 جمله رو گفتن، این 9 جمله بی‌نظیره، بی‌نظیره. شیعه و سنی نوشتن، شیخ صدوق داره، دیگران هم دارن. 3 تو مناجاته، 3 تو حکمت، 3 تو ادب. 3 مناجاتش رو امروز گفتیم. 1 الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، این عزت برای من بس که بنده تو هم. 2 الهی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، این افتخار برای من بس که تو خدای منی. 3 الهی انت کما احب فجعلنی کما توحب، خدایا تو همونی هستی که من میخوام، شما چه خدایی میخوایید؟ مهربون، عالم، قادر، شافی، کافی،
وافی، هادی، هر چی میخواید هست. تو دعا جوشن نگاه کن، سریع الرضا، قیاس المستقیسین، ستار العیوب، مگه نیست؟ شما چه خدایی میخواید؟ همونی که میخواید هست. آی خدا یه کاری کن، منم همونی بخوا بشم که تو میخوای. اون ورش خوبه ها، این ورش مهمه. الهی انت کما احب، مثل اینکه یه بابایی به بچهش بگه بابا من برای تو سنگ تموم گذاشتم، تو بچه خوبی باش. خدا یا تو خدای خوبی هستی، یه کار کن منم بنده خوبی باشم. الهی خیلی عبارت قشنگه، خیلی قشنگه. الهی انت کما احب، تو اونی که من میخوام، فجعلنی کما تحب، منم همونی قرار بده که تو میخوای. البته ما که نمیشیم اونی که خدا میخواد. همه مؤسسلام تو کلاس 20 نمیگیرن، همه مؤسسلام تو کلاس اولمپیاد و رتبه اول نمیشه، ولی لااقل مردود نشیم، تجدید نشیم، نمره 20 نمیاریم، لااقل 12 13 رو بیاریم. آقایان عزیز، این درسی که امروز خواهران گرامی از امیرالمومنین من محضر شما حضار محترم تو این جمع با شکوه تقدیم کردم، انشاءالله اون سه تا کلمه حکمت و اون سه تا کلمه ادبش هم باشه برای روزهای آینده. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعاً.